نصر امروز پخش می شود به عهده برنامه سازان و صاحبان آگهی است و این تلویزیون هیچ گونه مسئولیتی را در این زمینه نمی پذیرد. سلام های گرم، من سوزی خاتمی، تهیه کننده و مجری برنامه لایو ویت سوزی رو بپذیرید در هر کجای جهان که به این برنامه توجه میکنید. سپاسگزار وقتتون هستم. گوش میکنید، نگاه میکنید برنامه تلویزیون عصر امروز رو که از طریق وبسایت asramruz.com و همچنین از طریق ماهواره ها هم میتونید برنامه ها رو دنبال بکنید. دو هفته ای در خدمتتون نبودم، رفته بودم به سفر اروپا به دیدار مادر عزیز و خانواده و خوشحال هستم که برگشتم و بار دیگر با برنامه دیگر و مهمان بسیار عالی‌قدر در خدمت شما خواهم بود. مطابق معمول جمعه بعد از ظهرها بین ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر که از همین کانال میتونید برنامه رو ببینید، با این یادآوری که معمولاً برنامه لایو ویت سوزی شنبه‌ها به وقت لس آنجلس 11 صبح هم دوباره تکرار میشه و ما خوشحال هستیم از این بابت که دوستانی که احیانا وقت ندارید الان برنامه رو ببینید، یک بار دیگر شانس و فرصتی هست که شنبه ها هم به این برنامه بتونید توجه بکنید. بیش از این وقت عزیز شما و مهمان گرامیمون رو نمیگیرم و معرفی میکنم سرکار خانم زهره قهرمانی، خانم زویی قهرمانی که ایشون در حقیقت دندان پزشک اطفال هستن. شاید بهتر باشه که خانم دکتر قهرمانی بهشون بگم، ولی خودشون همیشه در مصاحبه‌های گذشته خواستار این بودن که از اسم تایتل دکتر ما خودداری بکنیم، چرا که ایشون الان چندین سال هست این حرفه بسیار عزیز و نازنینی رو که سالیان سال هم به خاطرش زحمت کشیدن و حتی در دانشگاه‌ها تدریس می‌کردن رو کنار گذاشتن و رفتن دنبال پشن و عشق و علاقه‌ای که دارن و اون هم به نویسندگی هست و الان کتاب سوم خودشون رو که کتاب دومی هست به زبان انگلیسی ولی کتاب سومی هست که ارائه دادن به دوستداران و طرفداران کارهای نویسندگیشون که فوق‌العاده هم چشمگیر و زیبا هست و دعوت ما رو پذیرفتن در رابطه با لیتست بوکشون تحت عنوان The Moon Daughter. خوش آمد میگم به شما خانم قهرمانی. ممنون هستم که این راه دور رو تحمل کردید، از سان دیگو که محل اقامت ایشون هست به لس آنجلس آمدن تا بتونیم با هم در کنار شما مصاحبه‌ای رو داشته باشیم. از دعوت گرمتون خیلی ممنونم. وقتی دلها نزدیک باشه راه اصلا دور نیست، بسیار راه زیبایی هم هست، بنابراین هر وقت شما بخواهید در خدمتتون هستم. با کمال میل. و واقعا برای من افتخاره که توی برنامه شما باشم. خواهش میکنم، برای من بیشتر. واقعا افتخار ما بانوان و ایرانیان در هر کجای جهان که هستیم واقعا این هست که خانمهایی رو مثل خانم زوی قهرمانی در کنار خودمون داریم که یک رول مدل بسیار خوبی میتونن برای همه ما، حالا من بیشتر به خانمها امفسایز میکنم ولی آقایون هم هیچ فرقی نمیکنه، همه میتونیم از اشخاصی مثل ایشون که واقعا این همه تحصیلات عالی قدر رو پشت سر گذاشتن و شیز اوسو سپیکر، سخنرانی های متعددی معمولا ازشون دعوت میشه که در ماه چندین بار به سخنرانی ها میرن و افراد رو در حقیقت تشویق میکنن که برن دنبال کارهایی رو که دوست دارن و از زندگی دلزده و به اصطلاح کنارگیری نکنن و در هر سن و سالی که هستن همیشه میتونن دنبال عشق و پشنشون باشن. خانم زویی قهرمانی، اول از همه میخوام تبریک بگم به خاطر این کتاب جدیدتون The Moon Daughter، به خاطر داستانی که نوشتید، به خاطر مسائلی رو که در این داستان بهش اشاره کردید که نه تنها فقط یک کتابی هست برای سرگرمی و خواندن، بلکه کتابی است که خیلی مسائل اجتماعی، مسائل بین یک مادر و دختر، مسائلی که ما ایرانی ها بیشتر هم میتونیم بهش ریلیت کنیم که مسائلی که در اجتماع ایران اتفاق میفته و خیلی مسائل ریزه کاری های رو در بر گرفته
که خیلی بهتون تبریک میگم. یعنی من از زمانی که این کتاب رو برداشتم بخوندن تا زمانی که تموم نشد نمیتونستم کنار بگذارم و بی صبرانه منتظرم که از زبان خودتون بشنویم که چی شد که شما بعد از اون کتاب دیگری که سال 2010 نوشته بودی که اون هم یک کتاب فوق‌العاده قشنگی بود که من باز هم شانس این رو داشتم که در خدمتون مصاحبه‌ای داشته باشم در مورد کتاب، حالا رسیدیم به The Moon Daughter. برامون توضیح بدید اصلا چی شد که شما خانم قهرمانی تصمیم گرفتید بعد از رشته پزشکی، رشته بالای پزشکی، اون هم در مورد اطفال دنتیستری، تشریف بیارید و برید دنبال پشنتون و مطب رو ببندید و برید دنبال کار نویسندگی. حقیقت اینه که من تمام عمرم می نوشتم. بله. یکی از سعادت‌های بزرگی که من دارم این هست که با شبی 3-4 ساعت خواب براتون کافیه؟ خوش به حالتون. در از یه اون موقعی که همه شما خوابهای شیرین میبینید من سخت مشغولی یک کاری هستم. خوب. اون سالهایی که دندان پزشکی میکردم و توی دانشگاه درس میدادم، در ضمن 3 فرزندم رو بزرگ میکردم، بازم به اندازه کافی وقت میموند که بنویسم. بله. و معمولا خب نوشته ها و اشعارم به فارسی بود، برای اینکه از کودکی مینوشتم و بارها برای این کار جایزه گرفتم، از معلمام تشویق میگرفتم و خیلی علاقه داشتم. آیا در خانواده، بزرگترهای خانواده، والدین هم نویسندگی بهش علاقه مند بودن؟ چیزی بود که شما از خانواده دنبال کردین یا نه؟ من یه دختر عموی پدرم استاد ادبیات فارسی بودن، خانم دکتر پوراندخت شجیعی که زنده یاد استاد دانشگاه بودن و ایشون برای من حالت یه بوت رو پیدا کرده بود که از بچگی آرزو داشتم بزرگ شم و مثل پوران خانم بشم. چه جالب. ولی نوشته های من به قدری تلخ بودن و به قدری غم انگیز بودن که فکر میکنم شاید به اون دلیل خانواده سعی کردن منو کاملا از ادبیات دور بکنن، در حدی که حتی برام ممنوع کردن که رشته ادبیات رو دنبال کنم. فکر میکنید چرا نوشته های شما تلخ بود در اون سنین نوجوانی؟ شاید به خاطر اینکه کودکی آسونی نداشتم. اوکی. برای اینکه با اینکه غرق در محبت شدم و بزرگترها خیلی به من رسیدن، ولی همه ما میدونیم برای یه دختر بچه که مثلا در 5 سالگی مادرش رو از دست بده، در 11 سالگی پدرش رو از دست بده، اینا، و از همه مهمتر که دایمو از دست دادم، دایمو حتی قبل از مادرم، که اون برای من واقعا شاید بزرگترین فاجعه اون بود. درست. که در 4 سالگی دایمو از دست دادم. بنابراین فکر میکنم، و در ضمن ما اصولا یک ملت غم‌پرست هستیم. بله. یعنی ما فرض کنید برای یک شاعر غمگین بیشتر احترام قائلیم تا یک کمدین، در صورتی که هر دوی اینها یه هنری دارن. همینطور. و وقتی خوب ارائه میدن باید به طور مساوی بهشون احترام قدردانی بشه. باشه. درسته. و همیشه من با خودم میگم بعضیا از من میپرسن که تو توی لس آنجلس هم جلسه های زیاد میری، چون توی سان دیگو خیلی میرم. بله. و همینطور در ایرواین، ولی لس آنجلس 5-6 بار بیشتر نیومدم، اونم بیشتر کالج های آمریکایی دعوت کردن. میگم برای اینکه اونا منو نمیشناسن، میگن خب باید یه کاری بکنی که بشناسن. گفتم اگه شما فرهنگ ما رو بدونی من باید بمیرم. اگه بمیرم خیلی دوستم دارن همه، اون وقت دیگه میشینن رو کتاب میخونن و صحبت شون. خانم قهرمانی، این حرفی که میزنین واقعا درست هست. ما مرده پرست هستیم. ولی من فکر میکنم که در طول این سالهایی که حداقل در غربت داریم زندگی میکنیم، ما مهاجرین، یه مقداری این فرهنگ غربی رو خواه ناخواه داریم یاد میگیریم. بله. چه بخوایم قبول کنیم این حقیقت رو، چه نخوایم، به هر حال رومون اثر گذاشته. بله. و من فکر میکنم اگه بخوایم مقام مقایسه رو هم حتی پیش بکشیم، ما خیلی بهتر شدیم از سابق. یعنی الان من میبینم به چشم که ما خیلی از هنرمندانمون، از کسایی که دوستشون داریم، در زمان حیاتشون داریم ازشون قدردانی میکنیم. نه، واقعا البته حرفی که میزنین، میگن هر شوخی حقیقتی هم توش هست، که واقعا هم حقیقت هم داره، ولی در این حال من مطمئنم که شما هم به این مهم واقف هستید که این چینج و تغییر رو داریم میبینیم، که قدر شناسیمون داره نسبت به دوستانی که دوستشون داریم، به خصوص هنرمندانمون رو بیشتر ابراز میکنیم در زمانی که در قید حیات هستن. ما خیلی و همیشه، من یکی از
بحث ها و صحبت هایی که دارم راجع به این لغت به اصطلاح دیگی که همه درش زوب میشن، اصطلاح آمریکاییش melting pot. میگم این اصطلاح غلطه، برای اینکه هیچ کس زوب نمیشه. ما همگی، تمام مهاجرینی که به آمریکا آمدن، زیبایی شکل اولیه خودشون رو حفظ کردن، منتها مثل یه نقاشی که چیزها رو دور هم میچینن یا به هم اینها رو جوش میدن و یه چیز زیبایی ازش میسازن، این جامعه به هم جوش خورده و چنان زیبا جوش خورده که یکی از بهترین جوامع دنیا رو تشکیل داده. برای این جوش خوردن ما کاری که میکنیم یه مقدار چیزها رو به اینا میدیم. ما طبع شاعرانمون رو داریم بهشون. من بسیاری از دوستای آمریکایی من وقتی شام میان منزل ما، آخر شب میگن may you not be tired، خسته نباشید. این چقدر زیباتره، اصطلاحات ما رو یاد گرفتن. یعنی شما ببینید اینا از فرانسویا اصطلاح بون اپتیت رو گرفتن، ولی من وقتی بهشون میگم نوشه جان خیلی قشنگتره، بعد میگن نوشه جان یعنی چی؟ میگم may this nourish your spirit or your soul. میگن ها این خیلی قشنگتره از بون اپتیت. حالا همشون سر شام میشینن میگن may this nourish your soul. راو به شما، ما هم از این بعد باید اینو تکرار یعنی کنیم. یعنی واقعا ما داریم خیلی چیزها رو، منی که خب خیلی سالها قبل از اینکه انقلاب بشه و ایران عوض بشه از ایران اومدم بیرون و خانواده من گاهی که میان به دیدارم میگن تو یه چیزایی یادت هست که دیگه از فرهنگ رفته، شاید فراموش شده. بعضی حرفایی میزنی که اصلا ما فراموش کردیم، یه همچین لغتی وجود داره دیگه، مصطلح نیست. ولی من اون فرهنگی رو که میشناختم تا حد ممکن به بچه هام آموختم. پسر من که فارسی هم درست بلد نیست، وقتی من میخوام برم مسافرت میره یه لیوان آب چند برگ گل میریزه روش، میریزه پشت سرم. That's so sweet. در تمام دوستای آمریکاییش میپرسن این کار چیه، قشنگ براشون توضیح میده این برای اینه که مامانم به سلامت به زودی برگرده. So nice. این چیزها رو ما داریم بهشون میاموزیم، رسوم دوستی، مفهوم عمیق دوستی رو بهشون میاموزیم. بهشون نشون میدیم که پدر و مادر ایرانی تا چه حد فداکاری میکنن. بچه که 16 سالش شد رفت کالج، دیگه آخر بچه نیست. بچه میتونه در 30 سالگی هم برگرده با کمال خوشی پلو پدر مادرش زندگی بکنه. یعنی این چیزای فرهنگمونو دارن کم کم میشناسن، به اضافه این که خب آمریکایی‌ها چون غذا دوست دارن، ما غذای خوبم بهشون نشون دادیم. بله، از طریق غذاهای خوشمزمون اونا رو به فرهنگمون آشنا کردیم که why not. یعنی واقعا راه دل، یادتونه یکی از اولین کتاب‌های آشپزی بود، راه دل تو این مملکت از راه شکمه. بنابراین اونم بهشون یاد دادیم که چجوری چه غذایی داریم، چه چیزهای خوبی. 40 سال پیش وقتی شما میپرسیدید بادمجون، میگفتن بادمجون چیه؟ نمی‌دونستن چی هست. یا نون لواش چه؟ الان دیگه من فکر میکنم از هر غیر ایرانی که از غذاهای ایرانی ازش سوال بکنیم، حتما همشون قرمه سبزی و چلو کباب آشنا باشن. اگه هیچ غذای دیگه ای رو ندونن، این دوتا غذا رو حتما میدونن. خیلی چیزا رو میدونن. اصلا شما الان میرید توی، من رفتم اون روز که شما، یکی از سرگرمی هام باغبانی، رفتم که یه مقدار سبزیجات و اینها برای باغچه بخرم، نهالای به این بلندی قشنگ روش نوشته پرشن کیوکامبر، یعنی بله، خیار ایران رو اندرسون بله. داره برای شما میفروشه کاملا. اینه که خب یه سری چیزایی ما به اونا، و میگم مهمترینش شاید طبع شاعرانه و شعر فارسی باشه. چه مترجمین خوبی داریم، چقدر اشعار قشنگی رو به اینا شناسوندن. چند سال پیش اینا اصلا نمیدونستن که رومی کی هست. حالا بگذاریم از اینکه کولمن بارک ترجمه کرد و ترجمهش از ترکی به انگلیسی از درنچه، خیلی چیزاش هم از دست میره، ولی کسان دیگری این کارها رو کردن. 100% زحماتی کشیده شده در این موارد. حالا خب من با خودم میگم من چی میتونم بدم. حالا من یه مقدار به قول شما چیزهای خوبی از این محیط گرفتم، یکیش خوشبینی هست، یکیش عرض کنم که آزادی هست. این که حالا حتما نباید کفشم با لباسم جور باشه، کیفم نباید رنگ کفشم، راحت باش هر جور که هستی، چون توی فرهنگ ما راحت معنی نمیداد. وقتی که یه نفر رو میخواستیم بگیم خیلی بیخیاله، میگفت اون که راحته، راحتی هیچ عیبی نداره.
و اینها رو داریم ازشون میآموزیم، نزدیکی با فرزندانمون رو میآموزیم، اینی که بچه‌مون رو، این رسم فرنگی هست که ما کم کم حالا یا از فرانسه یا از انگلیس یا از آمریکا گرفتیم که بچه رو باید هم هر روز بوسید، هر روز بهش گفت من تو رو دوست دارم. روبوسی در خانواده ما مال عید نوروز بود و سفر، بله قدیما که به خصوص خیلی هم رسم نبوده. بنابراین اینها رو ما داریم یاد میگیریم. خب ما به اینا چی میگیم؟ در نتیجه تصمیم گرفتم که من اصلا یه روز داشتم میرفتم مطبم و یه نفر توی رادیو گفت اگر یه کاری هست که همیشه دلتون میخواسته انجام بدید، خب انجام بدید. و همون اون جرقه رو زد، همون جرقه رو زد. همون روز مطبم رو برای فروش گذاشتم. در حالی که منشی من واقعا فکر میکرد عقلم رو از دست دادم، چون سالن انتظار پر بود، مطبم در اوج موفقیتش بود، ولی نمیتونستم دیگه خودم رو تقسیم کنم و به این نتیجه رسیدم که دیگه الان بزرگترهایی بالای سر من نیستن که مجبورم کنن برم این کارو بکنم. این همه سالم دندان پزشکی مو کردم و یه ذخیره اندکی هم کنار گذاشتم و شوهرم هم که اهمیت نمیده که من کار بکنم یا نکنم، بنابراین الان فرصتی است، وقت خوبیه و این کار کردم. ما چقدر از این بابت خوشحال هستیم، چون لذت میبریم از کتابهای شما. من فقط میخواستم یادآور بیننده های خوب و عزیزمون بشم که الان دارن به این مصاحبه توجه میکنن که خانم زوی قهرمانی یک کتاب دیگری هم که 2010 تحت عنوان Sky of Red Poppies رو نوشتن و ارائه دادن، با موفقیت بسیاری این کتاب هم روبرو شد و اولین کتابی بود که به زبان انگلیسی نوشتن، چون خانم قهرمانی به هر دو زبانهای فارسی و انگلیسی کتاب می نویسن، مقاله، استوریای کوتاه برای مجلات، نشریات و غیره. ولی این دو کتاب اخیری که الان بهش اشاره کردیم به زبان انگلیسی هست. می فهمید؟ این شد که این کتاب رو نوشتم. من فکر کردم چیزی که من میتونم بدم به هم ملت خودم، هم هدیه‌ای که روی میز بذارم و به آمریکایی‌ها بخش زیبایی از زندگی‌های خودمون رو نشون بدم، این هست که فرهنگمون رو بهشون تا جایی که میتونم بشناسونم. البته که من نمیتونم، البته که کاری که من بکنم قطره ایست در دریا، ولی مگه دریا چیه غیر از قطرات؟ هر کس اگر یک قطره اضافه بکنه این دریا تشکیل میشه. بنابراین شروع کردم به نوشتن و در هر کتابی بخشی از فرهنگ زیبای خودمون رو ضمن یک داستان معرفی میکنم. بخش اول، کتاب اولم راجع به دوستی بود. بله. که چگونه دوستی های ما پایداره، عمیق، در سطح فقط با هم بشینیم و بخندیم نیست، ارتباط دل هاست. و در این کتاب مادر و فرزند و پدر و فرزند و روابط خانوادگی، اجتماعی، مسائل مربوط به ازدواج، قوانینی که در ایران حاکم هست، بله، و کلی مسائل جانبی، همه رو در بر گرفته این کتاب اخیرشون که الان موندواتر نامش هست و داریم راجبش صحبت میکنیم و کرکترهایی که هستن، نامهای قشنگی که براش انتخاب کردن. رعنا که کرکتر اصلی کتاب هست، دختر او، دختر سومش که ایشون فکر میکرد قراره پسر بشه یا امید داشت که پسر بشه، چون فکر میکرد که این چیزی هست که شوهرش از اون میخواد، که دختر شد و اسمش هم شد یلدا. اسمهای قشنگی که انتخاب کردید، واقعا همه جوره شما توجه کامل رو دادید به مسائلی که خب یه مقدارم به خاطر اینکه شما اگر مثلا کتاب‌های ژاپنی یا کتاب‌های روسی بخونید می‌بینید که چقدر مشکله که آدم اولا این همه شخصیت‌های مختلف کتاب رو به یاد داشته باشه که اینا ارتباطشون با هم چی است، و بعد اسامی مشکل که نمیتونیم تلفظ کنیم، نمیتونیم به یاد بیاریم. اینقدر اسامی ایرانی زیبا و راحت هست که آدم چرا استفاده نکنه ازش. برابو. و معمولاً اینا رو یک مفهومی هم درش هست، برای اینکه در کتاب اولم قهرمان داستان که من دلم میخواد او رو قهرمان داستان بدونم، شیرین دوست من بود که اسم شیرین نیست، ولی من شیرین زن آزاده ایرانی رو برای او نام آوردم، برای اینکه زنی بود آزاده، خیلی مغرور، خیلی
با عرضه، روشن فکر، بنابراین اسم شیرین بهش می آمد. و گوینده داستان که بخشی از من در گوینده داستان هست، همش نه ولی بخشیش هست، رویا. چرا؟ چون این رویای من بود که بتونم داستان دوستم رو بگم. در این کتاب رعنا فقط در این غرورش رو و اینی که زن زیبایی بود و در این حال یک کمی آدم همیشه راجبش فکر میکنه که چه رمزی در وجود رعنا نهفته است، و یلدا در یک شب زمستان به دنیا میاد و ناخواسته است، بنابراین سرمای یلدا و زیبایی این دختر رو با هم مخلوط. همیشه سعی میکنم که پیداست، یعنی کاملا خواننده های شما میتونن درک بکنن به این نقاط، نکته های در حقیقت بهتر بگم، که شما چقدر این ریزکاری ها رو بهش توجه میکنین با حتی اسم هایی که انتخاب میشه، همونطور که به قشنگی الان خود خانم قهرمانی دارن برامون میگن. واقعا این کتاب رو قبل از اینکه مصاحبه باهاشون شروع بکنم داشتم تعریف کتاب رو میکردم، و اینی که من زمانی که شروع کردم نمیتونستم کتاب بگذارم زمین تا تموم بکنم این کتاب رو، و مثل یک فیلمی که میبینیم چقدر رومون اثر میگذاره، ولی خب فیلم بازیگری بازیکنها هست، حالا منهای اون فیلم نامه و داستانی رو که راجبش میدونیم، ولی بازیگری یک هنرپیشه هست که میتونه رو ما اون احساس رو بگذاره که حالا یه وقت خندمون بگیره، تو فکر بریم، گریمون بگیره، احساساتی بشیم، ولی قلم خانم قهرمانی این احساسات رو در ما برمی‌انگیزه. و من واقعا وقتی که این دیشب این کتاب رو می‌خوندم، به خصوص چپترهای آخر، اشک من در اومده بود. نه اختیار دارین، و واقعا این قدرت نویسندگی شما رو نشون میده که چقدر آدم میتونه همینجور که می‌خونه همه رو پیکچر بکنه و تصور بکنه و چقدر خودش رو اونجا احساس بکنه، و این بسیار کار جالب و توانایی نویسندگی خانم زویی قهرمانی رو نشون میده، که امیدوارم شما دوستداران کتاب برید و دنبال بکنید و این کتاب ها رو بخونید. چون من فکر میکنم یکی دیگه از مسائلی که خانم قهرمانی داشتیم بهش اشاره میکردیم در مورد فرهنگ ها، چیزایی که ما خوب داریم در فرهنگمون یا سعی باید بکنیم بهتر بشه و بیاموزیم، یکیش همین خواندن کتاب هست و اینی که علاقمند بکنیم بچه هامون رو، چون کتاب خوندن مثل که خیلی در بین ما رایج نبوده. حالا نمیدونم هم چرا، برای که ما که ادبیات خیلی غنی داشتیم، اینقدر اهل شعر و شعرهای خوب و غیره، ولی نمیدونم این چه دلیل واقعا داشته که خیلی ما رو مثل که تشویق نکردن به کتاب خوندن، علاقه داشتن به کتاب. ولی خب انشاءالله اینم بهتر خواهد شد. به هر حال خب یه مقدارش البته تهران استثناء بود، ولی حتی در زمانی که ما فکر میکردیم که در ایران همه چیز داریم، ما کمبود کتابخانه داشتیم. من یادم هست که وقتی خیلی کوچیک بودم، من تمام کتابهای کلاسیکی که خوندم تا قبل از سن 14 سالگی خوندم همه رو. ولی خدا بیا مرزه آقای برومند، هر جا که هستی انشالله نور از قبرت بباره اونجوری که ما میگیم، و در بهشت باشی. برای اینکه آقای برومند در مشهد یک کتاب فروشی داشتن، و من چون بالاخره یه شاگرد، یه بچه، یه بودجه‌ای داره، یه مقدار کتاب میتونه بخره، و این ایشون میدونست که من همیشه میگفت کرم کتابای من اومد وقتی از در اومد. بالاخره با من ایشون قرار گذاشتن که تو اگر کتاب رو تا نزنی، خرابش نکنی، لاشو یواش باز کنی، میدم کتابامو، بخون پس بیار. براو. و استفاده کتاب خونه رو من از ایشون میکرم. بعدها که انگلیسی آموختم، از کتابخونه انجمن ایران انگلیس استفاده میکرد. ولی کتابخانه بزرگ شهر، کتابخانه آستان قدس بود که نزدیک حرم بود، باید چادر سرتون میکردین میرفتین، و خب یه بچه نمیاد این کارو بکنه. الان در هر گذری یه کتابخانه هست. معلم ها چقدر بچه ها رو تشویق میکنن، و نسل های آینده واقعا. مارک توین خیلی حرف قشنگی گفت، گفت گناه این که کتاب رو نخونیم از گناه این که اصلا نتونیم بخونیم بیشتره، که بی سواد باشیم. و
واقعا آدم از اینکه آتیششون بزنیم ببخشیم بله. بیشتره. و واقعا سوزوندن کتاب رو ما فکر میکنیم گناهه و خیلی کار غلطی است، ولی نخوندنش هم همون حالت داره. اما ما هم عوض شدیم. بله. من علت اینکه کتاب هام رو به فارسی مینوشتم برای این بود که خوانندگانم فارسی زبان بودن، و الان توی این مملکت کسانی هستند که هدفشون معرفی کتاب به خواننده هاست، حتی کتاب های ایرانی. دلم میخواد در اینجا ذکر بکنم که اگر نمیدونن بینندگان عزیزی که علاقمند به خوندن کتاب های فارسی هستن، یک وبسایت هست به نام نخنما. نخنما علتش این است که اون خانومی که زحمت این رو میکشه اسمش نوشین خورسندیانه و نخ از نوخ میاد، درسته؟ نما هم که سایت هست، بنابراین نخنما. ایشون تا به حال 104 کتاب رو خوندن، تجزیه و تحلیل کردن، مختصری از کتاب رو روی این وبسایت گذاشتن، کاری که هیچ کس دیگه نکرد. بنابراین من نمیگم که ما علاقمند به خوندن نیستیم، ولی دسترسی بهش نداریم. یک ایرانی که الان در به قول شما آریزونا مثلا یا نمیدونم جاهای دورتر زندگی میکنه، شرکت کتاب رو نداره، عرض کنم کلبه کتاب رو نداره. اینها رو در اینجا هست خوشبختانه، و ایرانی ها که دسترسی دارن استفاده هم میکنن. ولی فرهنگمون یه فرهنگی نبود که کتاب رو خیلی جلو بندازیم. ما قصه بکنن. گوش کردن دوست داشتیم. آدم های تنبلی بودیم که میگفتیم تو که خوندی حالا برای من تعریف کن. راحت تره. تو که فلان فیلم رو دیدی حالا برای من نمیرسم برم، برای من داستان میشون. ما قصه گو و قصه شنو هستیم. خیلی قشنگ گفتیم. و داریم عوضش میکنیم اون رو. علاقه هست. علتش هم این هستش که قصه گویی به فرم نوشتن بیشتر در اوایل قرن بیستم برای ما آمد. تا اون موقع قصه ها مثل فردوسی، مثل نظامی، مثل و غیره، قصه ها رو در شعر میگفتن و این اشعار از بر میشد. قصه گویی مثل صادق هدایت و جلال آل احمد و اینها بعدها شد. اینه که نسل ما کتاب خونتر از مادر بزرگان و بچه های ما با ما قابل قیاس هم نیستن. همینطوری که میفرمین بسیار درست بهش اشاره. فقط ما کتاب بخر نیستیم، به هم دیگه قرض میدیم، و برای من این کار کاملا عالی. من دلم میخواد بخونن کتاب. اون به قول معروف چندرغازی که از این کتاب در میاد، بعضی از نویسنده ها خیلی ناراحت میشن، میگن ایرانیه تو صف داد میزنه، فلانی نخر، من خریدم میدم تو هم بخون. هیچ عیبی نداره، فقط همونقدر که بخونن. بله، بالاخره یک راهی برای تشویق باشه. بله. بعد به قول شما بقیهش بعدن انشاءالله یواش یواش در طول سالها درست میشه. و ما برگردیم به خانم زویی قهرمانی، نویسنده خوبی که این فرصت طلایی دست داده که در خدمتشون باشیم، که از این فرصت ها معمولا هم خیلی دست نمیده، چرا که هم راهشون دوره در سان دیگو هستن و همینی که انقدر گرفتار و بیزی مشغول نوشتن و مشغول سخنرانی های متعدد هستن که از این فرصت ها کمتر دست میده که من بتونم در خدمتشون باشم. سوالات بسیاری هم ازشون دارم که امیدوارم در وقت باقی مانده فرصتی باشه که ازشون بیشتر بپرسم. یکی از سوالاتی که برای من جالب بود به عنوان خواننده کتاب شما و اینی که به انگلیسی نوشتید این بود که خانم قهرمانی، شما فکر میکنید که آمریکایی ها که 100% اونها هم خواننده کتاب های شما هستن، اونها چطور میبینن زندگی ما ایرانی ها رو، به خصوص زن های ایرانی رو؟ چون میدونم شما باشون در تماس هستید، میدونم بعد از اینکه کتابتون رو میخونن 100% ازشون فیدبک میگیرید. برام جالبه بدونم که چه فیدبکی از خواننده های غیر ایرانی تون میگیرید در مورد کتاب هاتون. اولا خیلی مثبت بودن همشون، برای اینکه من کاری که دارم میکنم واقعیت رو با کمال صداقت تا اونجایی که میدونم شرح میدم، بدی ها رو بدی هاشو میگم، خوبی ها رو خوبی هاشو میگم و میذارم که خواننده‌ام انتخاب کنه. ولی آمریکایی ها دو جور ایران میبینن. یک ایران، ایران زشتی است که اخبار بهشون نشون میده، که میدیا نشون میده، همش نشون میده اینجا رو کشتن، اونجا رو گرفتن، این یکی اینجوری گفت، اون یکی اونجوری، و دلشون میخواد که به اصطلاح یه خورده این آش شور رو همش بزنن. بلد.
از طرف دیگه بسیاری از ایرانی های مهاجر، به خصوص اونهایی که مثل من در این 40 سال من 2 بار ایران بودم، خب دلتنگ هستم دیگه وقتی که از ایران صحبت میکنم، براشون بهشت رو شهر میدم. چنان از تهران تعریف میکنیم که مردم فکر میکنن چرا پس ما میریم پاریس، باید بریم تهران. به اون شوری هم نیست. ایران واقعی مقداری از این هست، مقداری از اون. اطلاعاتی که مردم دارن، خیلی ها از من میپرسن هنوز که مثلا شما در خونتون شتر داشتید. من موقعی که دانشجو بودم در انگلیس به شوخی میگفتم بله ما دانشگاهمون درختار شماره بندی میکنن که ما شترامون هر کس به درخت خودش ببنده. این در انگلیس خیلی مرسوم بود از اون زمان، سوال خیلی سوال میکردن. ولی هنوزم آمریکایی‌ها فکر میکنن که ایران بیشتر کبیره، بیشتر خشکه، بیشتر آباد نشده. و وقتی عکسای شمال رو میبینن، مثلا یا عکسای شیراز، اصفهان، مشهد، اینا رو میبینن اصلا خیلی تعجب میکنن. عکسای پارکای ایران رو میبینن که ایوا، پس این بهش میگیم ایران یک سوم اندازه یک سوم آمریکاست و همه جور آب و هوا داره. یا اینکه مثلا ما در زندگیمون، نه ما توی برقه بزرگ نشدیم. چرا؟ چادر هست، ولی چادر معنیش اینه، چادر اصلا یعنی همین چادر، تنت، برای که مثل چادر میندازی سرتون، ولی تو خونه ها که میرید دیگه این خبر نیست، زن حقوق داره. چرا ما شما رانندگی میکنین؟ آخه اینا عرب و ایرانی رو هم قاطی میکنن. درسته، فرقشو خیلی متوجه نیستن. و کتابای من اینا رو میبره تو خونمون، اینا رو میبره تو خونه شما، میشونه سر سفره پدرتون، اینو میبره و میبینن که پدر با بچهش چه جور صحبت میکنه، معلم با شاگردش چگونه رفتار میکنه، تو کوچه سبزی فروش کی هست، پاسبان کی هست. اینا رو تک تک میشناسن، از همه طبقات اجتماع آشنا میشن. و همشون هم اینا آدمای ثروتمند و خوشگل و نمیدونم موفق نه نیستن. خب همه جور هستن. یکی از شخصیت های آسمان شقایق سرخ، زهرا، یه دختر دهاتیه که تمام خانواده در یک اتاق گلی زندگی میکنن. خواننده های آمریکایی عاشق زهرا هستن و فکر میکنن چقدر این شخصیت زنده است براشون. برای چی؟ برای اینکه خوبی های زهرا رو میاریم بیرون، بهشون نشون میدیم، نه اینکه لباس پاره تنشون. بنابراین نظرشون تا حدود زیادی عوض میشه و میتونم بگم 90% خواننده های من وقتی میان پلوم هم میگن ما نمیدونستیم. یه مثال کوچیک براتون اجازه بدید بزنم. یه خانمی در یکی از صحبت های من آمد گفت من ممنونم که تو این کتابو نوشتی. گفتم چرا؟ چرا ممنون؟ گفت من توی یک ساختمان بزرگی زندگی میکنم که همسایه‌مون آپارتمان ایرانی هستن، صدای موسیقی بلند و ایناشون من اذیت میکرد، بوی پیازداغشون تا آسانسور میاد و اینا، من خلاصه کلافه بودم، دعا میکردم این همسایه بره. بعد که کتاب تو رو خوندم به کلی نظرم عوض شد و الان موسیقیشو که اذیتم نمیکنه هیچی، عاشق بوی پیازداغم. ببینین چه تأثیری میگذاره. این تأثیر مهم هست که اونا آشنا بشن، چون ترس زاده ندانستنه. شما وقتی وارد یه اتاق تاریک میشید و میترسین از اینی که نمیدونین چی تو اون اتاق هست، چراغ رو روشن میکنین ترستون میریزه. و من دلم میخواد که در گوشه هایی از کتاب من یه چراغی برای خواننده هام روشن بشه. خیلی قشنگ گفتن، واقعا هم حقیقت داره. یعنی این ارتباطات، این خواندن این کتاب ها که اینا اینجوری به این قشنگی بتونن با ما آشنا بشن، بهترین راه هست. من اتفاقا میخواستم یک سوال دیگری از شما بکنم در رابطه با اینی که واره باید خواننده هایی که فارسی زبان هستن و دوست دارن فارسی کتاب های شما رو دنبال بکنن، ولی برای اینکه یک چند دقیقه به شما یک تنفسی هم داده باشیم دیگه، بیشتر از این خستتون نکنم، اگه موافق باشید یک میوزیک ویدیویی رو آماده کردیم در اتاق فرمان که یادی هم داشته باشیم از زنده یاد مهستی، که یکی از خواننده های محبوب من و مطمئنن از خواننده های محبوب خیلی از شما ایرانیان هستند، که 2 روز پیش هم اتفاقا سالگرد فوت و مرگ ایشون بود. باورم نمیشه که سال 2007 25 جون بود که
محسی عزیز از بین ما رفت. البته هنرمندای ما همیشه با آثاری که از خودشون به جای میگذارن در قلب‌های ما زنده هستن و آثارشون همیشه برای ما یادآور خاطرات خوش گذشته اونها هست و جای زنده یاد محسی عزیز هم همیشه برای ما والا و عزیز و گرامی هست. ازتون دعوت میکنم که به یک میوزیک ویدیو که یادی داشته باشیم از زنده یاد محسی عزیز توجه بکنید. برمیگردیم و همچنان گفتگومون رو با سرکار خانم زویی قهرمانی ادامه میدیم. تو ابد پاینده ای.
خب دوستان عزیز، به دقایق پایانی برنامه لایف ویت سوزی میرسیم. همچنان گرم گفتگو و صحبت با سرکار خانم زویی قهرمانی هستیم که نویسنده چندین و چند کتاب هستند، مقالات مختلف برای نشریات بسیاری، همچنین سخنرانی های متعدد که ازشون دعوت میشه به سان دیگو ایرواین در اورنج کاونتی تشریف میبرن و ما هم خوشحال هستیم که به خاطر جدیدترین کتابشون The Moon Daughter امروز در خدمتشون هستیم. چند سوال دیگری هنوز برای من باقی مانده که امیدوارم در این چند دقیقه آخر برنامه فرصت سوالات من و جوابهاش باشه. یکی از سوالاتی که قبل از به پخش میوزیک ویدیو بریم از ایشون پرسیدم در مورد ترجمه این کتاب ها، چون دو کتاب اخیرشون به زبان انگلیسی هست، برای من جالب بود که بدونم تعدادی هستن که به هر حال فارسی خواندن براشون راحت تر هست به طبع و میخوام ببینم که آیا فکر کردید که اینها رو به زبان فارسی ترجمه بکنید یا خیر خانم قهرمان؟ اول اینکه من خب در درجه اول دلم میخواست اینا رو به فارسی بنویسم، ولی چون متاسفانه بچه های خودم سواد خوندن رمان رو ندارن و دلم میخواست اونها رو با فرهنگ خودمون آشنا بکنم، به انگلیسی نوشتم. بعد یه آقایی در ایران پیدا شد و میخواست ترجمه بکنه که متاسفانه به خاطر محدودیت هایی که وزارت ارشاد قائل بود حرفامون به قول معروف تو یک جوب نرفت و ولی بعد با خودم فکرم شاید اصلا بهتر باشه که خودم ترجمه کنم، برای اینکه مترجم وقتی که به خصوص از انگلیسی به فارسی وقتی ترجمه میشه، شما وقتی میخونید میدونید که این ترجمه شده است. زبان فرانسه نزدیکتره. یک نفر در فرانسه کتاب منو ترجمه کرد و دو هفته پیش منتشر شد، بسیار هم موفق هست، ولی اون رو اینقدر قشنگ ترجمه کرده که خواهر من که دکترای ادبیات فرانسه داره خوند، گفت این اصلا حالت ترجمه نداره، مثل اینمونه که اصلش به فرانسه نوشته شده. ولی این یکی فکر کردم اگر بخوان از انگلیسی ترجمه بکنن ممکنه یک کمی ترجمه تحت لفظی بشه و معلوم باشه، ولی چون خودم نویسنده هستم هر جا به اونجور اشکالی بر بخورم میتونم عوضش کنم جمله رو. بنابراین نشستم و اون رو هم ترجمه کردم، تایپ هم شد، ویراستاری هم شد و خیلی خوشحالم که نویسنده گرانقدر آقای عباس معروفی تقبل کردن که این رو در آلمان منتشر کنن و انشالله تا یک ماه دیگه این دستتون میاد. این کتاب کتاب اولی آسمان شقایق صبح. در ضمن اگه اجازه بدید یک توضیح کوچولو راجع به اسامی این کتاب ها بدم، چون برای آمریکایی‌ها همیشه این سوال هست. آسمان شقایق سرخ از یک شعر زاده شده که این شعر رو منوچهر نیستانی گفته و شروع میشه با تو نیستی و چه گلها که با بهارانند، ترانه خان تو من نیستم هزارانند، نثار راه تو یک آسمان شقایق سرخ که جلوه های دل افروز شب کنارانند. بنابراین آسمان شقایق سرخ از اون کتاب و رولی داره، نقشی داره این شعر در کتاب. The Moon Daughter از اینجا اومد که دایه بچه رو که برمیداره مرتب بهش داره میگه یه دختر دارم شاه نداره صورت داره ماه نداره. از اینجا شد که یلدا شد صورت داره ماه نداره و Moon Daughter. The Moon Daughter. حالا برگردیم به The Moon Daughter و برای شما دوستانی که حالا کتاب رو مطمئنن خواهید دید، The Moon Daughter یک نقاشی بسیار زیبایی هم رو جلد کتاب داره که من مطمئنم این هم از کارهای خود خانم بهرمانی هست، چرا که ایشون هنرهای بسیار نهفته‌ای رو دارن، یکیش هم هنر نقاشی هست، درست میگن؟ این هم کار شماست؟ بله. رایت گس. این دختر کوچولوه دختر خودمه که حالا 34 سال داره، ولی اینجا 3-4 ساله بیشتر نبود. چقدر زیبا. خب بسیار قشنگ. پس خوشحال هستیم که این خبر خوش رو هم با شما در میون گذاشتیم که کتاب به زبان فارسی هست، یک ماه دیگه آماده میشه و میتونن دوستان عزیز، همینطور که ما روی صفحه تلویزیون از اول کار وبسایت خانم زویی قهرمانی رو گذاشتیم، سری به وبسایتشون اگر بزنید به راحتی همه خبرها، ایونت ها، برنامه هایی که در آینده خواهند داشت. در ضمن شما برای The Moon Daughter خانم قهرمانی بوک ساینینگ هاتون رو داشتید و یا خواهید داشت یا به چه صورت؟ مقدار زیادی داشتیم. بله. و مقدار زیادی هم تعداد زیادی مراسم در آینده هست
من همیشه برای آمریکایی‌ها میگم که ما توی قصه هامون مثل شما پریوری اینجوری نداریم که بیاد لباس براتون بدوزه، ولی یک اسب پریزاد داریم که هر وقت که لازم باشه یالشو که بسوزونین پیداش میشه. بهش میگم چند تا از موهای منو نگه داشتین یک روز لازم داشتین بسوزونین. اینه که من حاضرم هر جایی که لازم باشه جلسه باشه. اتفاقا در لس آنجلس روتاری کلاب دعوت کرد که آمدم با کمال میل، و ریو هاندو کالج دعوت کرد که آمدم، برای کتاب اولم شرکت کتاب برنامه گذاشت آمدم. هر وقت شما برنامه ای گذاشتید، گروهی جمع شدید، خواستید که این کار رو انجام بدم، شما هم این دو ساعت راه فقط موی منو بسوزونین میرسونم. خب، در ضمن قبل از اینی که برنامه به پایان بره میخواستم یادآوری بکنم که یک خبر خوش دیگری هم بود، و اون هم که کتاب شما برنده شد در همین کتاب اولم برای به انتخاب شده بود برای One Book One San Diego سال 2011 و 2012 رو کتاب منتخب شهر سان دیگو بود، ولی این کتاب هفته قبل سان دیگو بوک اواردز بهش تعلق گرفت برای بهترین رمان سال. واقعا هم الحق که جایزه رو به شخص درستی دادن. حالا شانس هم شانس نه شانس نبود، you deserve it. این واقعا سزاوار بود که شما بهتون این جایزه داده بشه، و من مطمئنم که همینطور که بیشتر مردم راجبش بدونن، جوایز دیگری از سازمانهای دیگری هم که دوستان رو به هر حال تشویق میکنن، افرادی رو که نویسنده هستن، مطمئنن اونها هم وقتی که بدونن راجع به کتاب شما که مطمئنن هم خواهند دونست، جوایز بیشتری هم به شما اهدا خواهند کرد. این شروعش هست خانم. امیدوارم. البته من اینجا من حواسم به نوشتنمه فقط. من میدونم حواسم رو به این چیزا نمیدم زیاد. خب شما برای این نمینویسین که جایزه بگیرین، شما علاقه‌مند و پشنت هستید راجع به این ایشو، و براتون مهمه که بنویسید صحبتایی رو که دارید خوانندگانتون بخونن. ولی به هر حال حالا این هم یک توکن اپریشیشنی هست که از طرف خواننده ها و از طرف دوستدارانتون به هر حال جمع‌آوری میشه و به شما اهدا میشه. و اما آن دد نوت، من یک مطلب دیگری هم میخوام اینجا فقط از شما بپرسم، و اون این هست که این کتابی رو که من دیشب به پایان بردم، The Moon Daughter رو، هنوز برام اولا که باعث شد خیلی فکر کنم، هنوزم دارم فکر میکنم. در ضمن میخوام بدونم که کتاب بعدی هم دنباله این خواهد بود، چون هنوز یه سری من سوال دارم. میخوام بدونم مثلا رعنا کاراکتر اصلی این کتاب چی شد، یعنی چی کار میکنه بعد از این؟ همطور تهران میمونه میره شیراز؟ What is she about to do؟ خب اینا رو شما فکرشو تو سر من گذاشتین و حالا فکرشو خواهم کرد. اتفاقا سوالی بود که بعد از کتاب اولم خیلی میکردن، من گفتم نه، اون ادامه نداره. به خاطر اینکه ادامه نداره دیگه، داستان تموم شد. ولی بعد یک کتابی خوندم که شما حتما کتابشو خوندید، فیلمشو دیدید، به نام The Help، که راجع به یک کارگری بود که اجازه نداشت از دستشویی خانم استفاده کنه. گفتم با اینا حواسشون کجاست؟ کارگرای قدیم ایران کجا؟ این کجا می‌خواد بره دستشویی خانم؟ من فکر کردم ببین هیچ کس زندگی اونا رو ننوشته. و بنابراین کتاب بعدی همون داستان آسمان شقایق سرخه از زبان کارگرایی که تو زیر زمین زندگی میکردن. بنابراین The Basement. اسمش هست، زیر زمینی. خب. و اون کتاب تموم شده، ویراستاری شده. بهتون میگم من روزی 20 ساعت دارم کار میکنم. بنابراین تون تا عمر تموم نشده این کتاب. نه انشالله که سالیان سال باشین و ما هم سعادت این رو داشته باشیم که در کنار شما باشیم و شاهد کتاب‌های بیشتری از شما. ولی در حال من مشتاقم بدونم داستان رعنا و یلدام به کجا میرسه. حتما نفر اولی که بهش بگم وقتی تصمیم گرفتم شما. خدا ان شاء الله عمرتون بده. خب وقت ما به پایان رسید. I can't believe it که time flies when I sit with you and chat with you. مرسی از وقتتون خانم زوی قهرمانی. ممنونم که دعوت رو پذیرفتید. ممنونم از همه شما بیننده‌های خوب و عزیز تلویزیون عصر روز برنامه لایو ویت سوزی. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. براتون هفته بسیار خوب و خوشی آرزومند هستم. By the way هفته آینده فرایدی جمعه
4 آف جولای هست، روز استقلال آمریکا، بنابراین من در خدمتتون نخواهم بود. تا انشالله هفته بعد من فعلا به بهانه‌های مختلف در خدمتتون نیستم، ولی در هر حال انشالله 2 هفته دیگر باز در خدمتتون خواهم بود با برنامه دیگر. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. بازم متشکرم که به برنامه ها توجه میکنید. ممنونم خانم قهرمانی. ممنون از شما و ممنون از بینندگان عزیز و از حمایتی که از کار من میکنید. خیلی ممنون. با کمال میل.